به نام خدا، امیر کرمی هستم. با قسمت دوم معماری خدمتون هستیم. تو پارت قبلی نقشه‌های معماری رو وارد کردیم، کف‌ها رو هم قرار دادیم. تو این قسمت اول می‌خوایم به دیوارهای زیرزمین بپردازیم. وارد تراز 4.35 میشم و دیوارها رو ترسیم می‌کنم. دیوارهایی که ما قراره که اینجا داشته باشیم بر سه دسته هستن. یه سری از دیوارا که عمده اونام هست همونطور که میبینید 20 سانتیه. یه سریاشون این دیوارهای بتونی هست که 30 سانتیه، حالا اگه دقیق تر بگیریم، و یه سری هم 10 سانتی داره. فکر میکنم اینجا ها مثلا 10 یا 15 ده. پس ما میایم دیوارها رو تعریف میکنیم، یه دوپلیکیت برای دیوارهای کانکریت سی سانتی متری. میتونم مسالهش رو هم از نوع کانکریت داپلیکیت بگیرم. خب میتونم اگه دلم بخواد فارسی بنویسم، بتون کات پترنش که تنظیمه، سرفیس پترنش هم میتونم روی نان بذارم که خیلی نقشم رو شلوغ نکنه. دیوار 30 سانتی. خب من الان قصدم اینه که دیوارهای خارجی رو ترسیم بکنم. یه سری از این 20 تا رو برمی‌دارم با لوکیشن لاین فینیش فیس اکستریور یا کور فیس اکستریور، خیلی هم فرق نمی‌کنه، و اینا رو می‌کشم. فعلا همونطور که عرض کردم قصد ترسیم دیوارهای داخلی رو ندارم. اسپیس می‌زنم تا این انتها، از اینجا میتونیم یک سر هم تا اینجا ترسیم بکنیم. جایی که ستون هست باز شبیه فلورها میتونید یه دست ترسیم بکنید، بعدا جوین بکنید. میتونید اینجا ها قطع بکنید و به این شکل ترسیم بکنید. هر کدوم طرفدارای خودشو داره. یه سری اعتقادشون بر اینه که باید قطع بشه، یه سریشون اعتقادشون اینه که، یه سری اعتقادشون من اینه که نه، اینا باید جدا ترسیم بشه و جوین بشه. من خودم از هر دوش استفاده میکنم، گاهی اوقات از این و گاهی اوقات هم از اون. خب از اینجا تا به اینجا و الاخر. من برای اینکه زمان نبره همه دیوارا رو به همین ترتیب ترسیم میکنیم، بعد قلقاشو خدمتتون میگم که به چه شکلی است. فقط دیوارا، این دیوار 20 سانتی هم که اینجا ترسیمش کردم، ببینید این دیوار، این دیواری که الان اینجا هست، این دوتا دهانه، این دیواره 30 سانتی کانکریتمونه دیگه. واضحه، خیلی چیز پیچیده ای نیست. شما فقط نوع دیوارها رو از روی نقشه تماشا بفرمایید و مشابهش رو ترسیم بکنید. خب من تمام دیوارها رو ترسیم کردم در تمام قسمت‌ها. حالا بعد ارتفاعش رو تنظیم کنم. من همه این دیوارها رو ترسیم کردم، انواع بتونی و آجریش رو. حالا نگاه کنید، زمانی که میخواین ارتفاع اینا رو تنظیم بکنید باید چی کار بکنید؟ پیشنهاد میکنم که توی ویزیبیلیتی، برای اینکه تو سه بعدی راحت‌تر ببینید، میتونید یه سری از عناصر سازه‌ایتون رو، حتی ستونا رو، خاموش بکنید. مثلا اینا رو ببینید، خیلی راحت تر میتونید حالا کارتون رو کنترل کنید. دیوارهایی که ما بین دو تا ارتفاع قرار میگیرن، یعنی مثلا اینجا ببینید، این دیوارها باید با ارتفاع پایین تر کار بکنن. یعنی این دیوارها رو شما سلکت بکنید، دیوارها رو سلکت بکنید، تراز پایینی اینجا منهای 500، یعنی از توی ترازا این رو انتخاب میکنیم. فقط تا پایین اسلب بعد بیاد، پس یه آفست منهای 13 سانت هم بهش میدیم، یعنی اینطور تا این پایین اینا بعد بیاد. حالا اینو میتونید امتحان بکنید، به اینجا اتچش بکنید، یعنی به اسلب طبقه بالا اتچش کنید. این دوتا دیوار هم همینطور، ببینید از زیر زمین منهای 500 شروع میشه
تا تراز همکف، یعنی تا اینجا، فقط پایینش یه منهای 10 سانت هم داره که روی کرسی چینی ما میشینه و میتونید به اینجا اتچش کنید. حالا یه قسمتش از فلار ما بیرونه. بعد این قسمت رو داریم، ببینید جایی که با این مایدقه هایدش میکنم، ببینید این دیوارها، این دیوارها، اینا همشون انتخاب میشن و تا تراز منهای 6، منهای 6 و 10 سانتم پایین تر، یعنی منهای 13 سانتم پایین تر میان، فلورم رو برمیگردونم، با راست کلیک سلکت پریویوس میکنم و اتچش میکنم به اینجا و اوکی میکنم. به این ترتیب که مشاهده میکنید، اینجا هم که جای رمپه که بعدش اصلاح میکنیم و دیواره جان پناهش رو میذاریم. دیوارهای این قسمت رو داریم، اینجا هم ما تراز 5 رو داریم، انتخابش میکنیم، میگیم که تا تراز 5 منهای 10 سانت رو اینجا بهش میدیم و ارتفاعش هم که تا تراز همکف، ببخشید پایینش، نه بالاش، تا تراز همکف خواهد بود. دو تا دیوارم اینجاست، به این شکل خواهد بود. من از حالت هاید خارج میکنم، این به این ترتیب میشه. این دیوارهایی که اینجا هستن، این فاصله با کرسی شینی پر میشه. اینا که روی فونداسیون نشستن دیوارهای بتونی سازه‌ای هستن، اینا ولی دیوارهای سازه‌ای نیستن، با کرسی چینی اتصال پیدا میکنن. اینا رو هم انتخاب میکنیم، مثل این دیوارها یک آفست 58 سانت بهش میدیم که بیاد پایین، اطرافش رو چک میکنیم. اینا هم همینطور میشه بدین ترتیب دیوارهایی که ما تو این طبقه داریم. خب در مرحله بعدی کرسی چینی ها رو ترسیم میکنیم به زیر زمین منهای 6 و 60 اگر برم جایی که لازمه که کرسی چینی هم داشته باشیم، من این فلوره رو، فلورهایی که اینجا هست رو هاید میکنم. از وال 35 برای کرسی چینی استفاده میکنم. زیر دیوارهای 20 سانتی به این ترتیب. صدا رو هم ببندم، صدا رو از اینجا، چون تداخلات رو در واقع داره آلارم میده. اگر اینا میخواییم نچرخه روی انتهای راست کلیک میکنیم، دیسل و جوین رو میزنیم و میگیم که این تا همینجا باقی بمونه. خب حالا ارتفاعش رو تنظیم میکنیم. ببینید تو قسمت بیرونی رو نشونتون بدم، والای 35 رو که سلکت میکنیم، اینا از روی فونداسیون ما شروع میشن، یعنی روی منهای 6 و 60 و چقدر ارتفاع دارن؟ ارتفاعشون میشه تا این ترس، کرسیشون میاد تا این قسمت، یه 13 سانتم که آفست داده بودیم پایین تر. این رو هم طبق چشمی و حدودی درش آوردیم. خب تو این قسمت ها کرسی که داریم از فونداسیون 550 درسته آغاز شده تا تراز معماریمون یه 13 سانت ازش کم میشه. جوین
جوینی که خدمتتون عرض کردم برای همچین جاهایی به این ترتیب که اگه جوین رو برداریم این و این کلیک بکنیم، دیوار ما رو که الان نقش کرسی چینی داره رو حذف میکنه. خب برای دیوارهای داخلی من مجدداً برای راحتی کارم میام عناصر سازه ایم رو همه رو آف میکنم، این رو هم هاید میکنم. ببینید به این شکل میشه کرسی ما. تو این قسمت از تراز فونداسیون منهای 6 و 60 شروع میشه تا تراز 6 و 10 که آفستش رو بهش میدیم، میشه اینجا کرسی این قسمت. این قسمت ها هم به همین ترتیب میشه. پس به این ترتیب کرسی چینی طبقاتمون رو هم به اتمام میرسونیم. پیشنهاد میکنم تو سیکشن باکس هم یه نگاهی بکنیم بهش، که برای دوستانی که شاید احیاناً قسمت هایی رو متوجه نشده باشن، به این ترتیبه که روی فونداسیون کرسی رو داریم، بعد دیوار رو داریم. روی فونداسیون کرسی رو داریم، بعد دیوار رو داریم. خب به این ترتیب میریم سراغ طبقه بالاتر که میخواییم دیوارهای طبقه همکف رو ترسیم بکنیم. دیوارهای طبقه همکف رو همونطور که عرض کردم فعلا ما قصد داریم که دیوارهای دور تا دور رو بکشیم. دیوار رو برمیدارم از نوع 20 سانتی و شروع میکنم بکشیدم و اینها رو یک سرم ترسیم میکنم که وقت کمتری از اون بگیره تا این انتها. فاین. از اینجا که این سمت البته کرتنوال هم داریم که جلوتر رو جوی صحبت میکنیم. از اینجا ببینید دیوارهایی که ما اینجا گذاشتیم، یعنی این دیوار ها از تراز همکف آغاز میشن تا تراز طبقه اول ما میرن، ولی تا زیر تیر، تا زیر تیر ما قرار میگیرن، که در واقع میتونیم اینطور بگیم که اینا تا اول سازه اگر برن 58 سانت مجددن آفست خواهند داشت، یعنی به این ترتیب. اگر شما دیوارهاتون رو یک سر ترسیم بکنید، همونطور که میبینید در قسمت هایی که با ستون تلاقی داره جوین بعد انجام بشه، میتونید جوین مالتیپلای رو بزنید دیوار و بعد با ستون ها جوینش بکنید، یا اینکه در پلان اینها رو تکه تکه ترسیم بکنید. این میشه دیوارهایی که توی این طبقه داریم. این قسمت که قراره که کرتن وال قرار بگیره توضیحش رو خدمتتون میدم. اینجا هم که با تیر قرار فرم بگیره. وارد طبقه اول میشیم. طبقه اول یا در واقع آخرین طبقه، برشش رو یه نگاه بکنیم. ببینید دیوارهایی که تو این طبقه هستن عقب‌تر نشستن، ارتفاعی هم که گرفتن تا ارتفاع 7.3 هستش، که تا این ارتفاع دیوارا میان بالا، ارتفاع بالایی اینا، این ارتفاع 6.94 که میبینید مال بالای کرتن واله. دیوارها تا ارتفاع 7.3 میان بالا. اگه XLH بگیرم از اینجا میبینید این دیوارا تا این ارتفاع اومدن بالا تا ارتفاع 7.3. پس در پلان طبقه اول دیوار 20 سانتی رو که اینجا داریم برمی‌دارم
و میگم از تراز طبقه اول شروع میشه و تا 7 و 3 بالا میره، یعنی از اینجا حرکت میکنیم تا انتها، تا به اینجا. اینم فاین میکنم. قسمت پایینی از اینجاست تا به اینجا. این میشه برای این دو قسمت. حالا قسمت کناریش، یعنی اینجا یک دیواری داریم، من ترسیمش میکنم تا این قسمت. این دیوار کاملا مجاور به همسایه است، همسایش هم سالن دو میدانیه و این نورگیری نداره، فقط کافی انتخابش کنیم، اد پروفایلش رو بزنیم و از زیر این تیر استفاده کنیم. فقط دقت کنید که با پیک لاین که دارید برمیدارید شکلش رو، اینا کامل توی یه راستا باشن. ببینی به این ترتیب. قسمت بالایش رو دیلیت میکنم، این رو دیلیت میکنم، فینیش میزنم، جای خالیش رو پیدا میکنم، یه تریم اینجا رو انجام میدم، یه تریم هم این قسمت رو و فینیش میکنم. هم مربوط به این قسمت میشه که حالا با کمی جابجایی ما میتونیم وال پستاش رو هم نمایش بدیم. دیوار سمت مخالف، ببینید این دیواری که اینجا هست، یعنی این دیوار تا تراز معماری این طبقه که میاد بالا، یه منهای 58 داره که اینجا تون تیرش کوتاه‌تره، یه منهای 24 داره که فکر میکنم یه 10 سانت هم که ببخشیم 34 10 سانت پایین تره تا این قسمت میشه. خب حالا دیوار سمت مخالف رو ترسیم میکنم که یک کرتن وال خواهد بود از اینجا تا این انتها به این ترتیب که این رو هم ادیتش رو میزنیم. تپ میزنم که یه جا بگیره، اضافه هاشو پاک میکنم. به این ترتیب فینیش. ببینیم کجاش اشکال داره، چک میکنیم، ببینیم که یه خط اینجا اضافه است. به جای این خط داخلی، خط بیرونی رو باید پاک کنیم که کلن اضافهش از بین بره. ایرونیه رو این سمت هم داریمش. امیدوارم که درست شده باشه. فینیش. حوصله به خرج بدین برای پیدا کردن اشکالات. خب از اینجا اینو رو حالت کرتن وال میتونم بذارم، رو استو فرانت هم میتونم بذارم. اگه رو کرتن وال بذارمش میشه این شیشه، و حالا از روی نماهایی که اینجا دارم میتونم تقسیم بندی هایی که لازمه تو کارم انجام بدم. حالا توی 3D هم میتونید این رو مشاهده بفرمایید، ولی تو هر دهانه تقسیم بر 3 شده تقریبا. برای اینکه بتونیم تقسیم بندی های این رو انجام بدیم، بعد توی نمای شرقی باشیم. فقط ببینید وارد نمای شرقی که میشم یه جوری انگار شبیه به برشه. علتش میدونید چیه؟ علتش اینه که علامتی که نما رو بر ما داره میگیره وسط پروژه افتاده، که این همیشه باید بیرون کار ما باشه، نمایی که به ما میده نمای درستی باشه. از اینجا هم همینطور، این علامت نما رو همیشه موف کنید، بیایید بذاریدش قسمت بیرونی. حالا اگر
وارد این نما بشم، این رو میتونم ببینم. میتونم تمام خطوط تراز رو سلکتشون بکنم، لول ها رو سلکت بکنم و ماکسیمایز کنم که اینا بیاد بیرون. خب حالا توی اینجا میتونیم کرتن وال رو، کرتن گرید رو برداریم و تقسیم بندی هایی که اینجا لازم داریم و دقیقاً با اندازه های مورد نظرمون بر اساس نقشه هایی که داریم انجامشون بدیم. خیلی هم کار ساده ای. ببینید اینا رو که سلکت بکنیم میتونیم اندازه هاش رو بهش بدیم و مالین هاش رو هم بهش بزنیم که من براش دیگه خیلی وقت زیادی صرف نمی کنم. به این ترتیب دیوارهایی که توی دور تا دور این طبقه بود رو گذاشتیم. حالا باید بریم دیوارهای داخلیش رو ترسیم بکنیم، دیواری که تو قسمت داخلیشون قرار میگیره بریم اینم ترسیم بکنیم. تو طبقه اول میرم دیوار اینجا، دیوار این قسمت تا اینجا، چون بقیه دیگه نرده است، تا اینجا نرده است تا این قسمت، و یه دیوارم این قسمت داره. دیوار 20 سانتی رو برمیدارم از اینجا، سپیس میزنم، میام تا اینجا، دیگه دیوار ندارم تا اینجا، از اینجا دیوار میکشم تا به اینجا و از اینجا هم تا به اینجا. تریدیش رو ببینید، این دیوار هم دن. اینا رو با هم تریم میکنم و بعد این دوتا رو انتخابشون میکنم و 8 پروفایل اینو پاک میکنم با این تریم، این با این تریم، به این ترتیب میشه اینجا. اینم که تا ارتفاعی که زیر سقف داره میاد بالا، فعلا میذاریمش اینجا تا سقف رو ترسیم بکنیم که بتونیم بهش اتش بکنیم. دیوارهای دور تا دور طبقه همکف هم که دیگه خیلی واضحه، دیوارهایی که ما اینجا داریم، دیوارهایی که 20 از اینجا شروع میشه، اسپیس تا اینجا میچرخیم. عناصر سازه‌ای رو مجدداً آف میکنم، دیوارهایی که کشیدم اتچشون میکنم. اوکی. امیدوارم که تا اینجا بحث معماری مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خواهشی که دارم این که همزمان با ویدیوها پیش برید و انجام بدید تا انشالله پارت بعدی رو در خدمتون باشیم. متشکرم.